تهاجم هوایی اسرائیل حداقل 3 فلسطینی را در اوایل امروز چهارشنبه در باریکه غزه در حال کشته است که این جنگ وارد 16مین روز خود شد. بر اثر این منازعه تا کنون صدها تن کشته شدند و دیپلماتان برای یافتن راهی کوشش میکنند که مطابقان هر دو جانب آتش بس را بپذیرند. امروز چهارشنبه بان کی مون منشی عمومی ملل متحد بیان داشت که نباید وقت برای وساطت برای یک آتش بس در جنگ در جریان در غزه به هدر برود. مون در برابر خبرنگاران در بیت المقدس در کنار شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل حضور یافت و فعالیت های حماس را جرم علیه مردم آنان خواند. Stop fighting. جنگ را متوقف سازید و مذاکرات را آغاز کنید. روی ریشه های این جنگ متمرکز باشید تا ما 6 ماه یا 1 سال بعد دوباره به این وضعیت بر نگردیم. در این زمان اردوی اسرائیل از کشته شدن 2 عسکر در این واقعه در تازه ترین رویدادها خبر می‌دهد که تعداد تلفات را در جانب اسرائیل از زمان آغاز این تهاجم نظامی بر تندروان حماس در غزه به 29 تن رسانیده است، در حالی که بیش از 600 فلسطینی که بیشتر آنان ملکی‌ها بودند کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد برای صحبت با رهبران منطقه کوشش می‌کنند. در این زمان مردم در بخش‌های مختلف باریکه غزه می‌گویند که قوای اسرائیل مناطق مسکونی را مورد هدف قرار می‌دهد، محلی که در آن جنگندگان حماس حضور ندارند. ما کسی را ندیدیم و کار با راکت‌ها نداریم. این منطقه امن است و هیچ راکت از المنشیه شلیک نشده است. ریاض منصور نماینده فلسطین در ملل متحد تصاویری را در جلسه بر دست داشت و از شورای امنیت خواهان محکومیت شلیک راکت‌ها شد. این چهره انسان هایی است که کشته شدگان ما هستند و نمونه ای از آنهایی که از آن رنج می برند و تعداد کثیر تلفات را اطفال تشکیل می دهد. ما عدد نیستیم، ما انسان ها هستیم. ولی دیوید رویت معاون نماینده اسرائیل در ملل متحد واضح ساخت که کشورش هر گونه اتهام را در هرج و مرج غزه رد می کند. تلفات ملکی فلسطینی ها نتیجه مستقیم تصمیم حماس به ارسال راکت و تروریست به سمت اسرائیل است، در حالی که آنها از ملکی های خود برای حفاظت به گفته خودشان رهبران ترستان خیش استفاده می کنند. آقای کری بعد از ملاقات با رئیس جمهور مصر بر روز سه‌شنبه از قاهره به اسرائیل پرواز کرده است، در حالی که مصر پیشنهاد آتش بس را که از جانب ایالات متحده و اسرائیل حمایت می شود پیشنهاد نموده است، ولی حماس تا کنون این آتش بس را رد می کند.